مراسم درهای باز مساجد در بیش از 150 مسجد انگلیس برگزار شد. بیش از 150 مسجد در سراسر کشور انگلیس با هدف معرفی اسلام به غیر مسلمانان میزبان مراسم درهای باز مساجد بودند. در این مراسم علاوه بر گفتگو درباره مبانی اصلی اسلام و تاثیر اسلام در زندگی روزمره فردی، غیر مسلمانان نیز شاهد برگزاری نماز مسلمانان و سخرانی های آنها بودند. و همچنین از قسمت های مختلف مساجد دیدن کردند. همچنین از شرکت کنندگان در مراسم این مساجد با انواع آشامیدنی ها و غذاهای حلال پذیرایی شد و هدایایی نظیر گل روز و قرآن به بازید کنندگان اهدا شد. جرمی کوربین سیاستمدار چپگرای انگلیس و رهبر حزب کارگر این کشور نیز در مراسم روز درهای باز یکی از مساجد شرکت کرد. وی در جریان این بازی ضمن به چالش کشیدن تبعیض علیه مسلمانان در سخنانی گفت نوشیدن چای با یکدیگر بسیار مؤثرتر از ریختن بتون برای ساخت دیوارهای جدا کننده میان مردم است کوربین افزود تصویر مسلمانان به دست برخی مخدوش شده است اما مردمی که امروز در اینجا جمع شده حامی جامعه ای هستند که در آن پیروان همه ادیان و عقاید محترم شمرده می شود. وی همچنین گفت زبان بسیار ناخوشایندی در برخی مناطق جهان به کار می رود. زبان ناخوشایند منجر به رفتارهای ناخوشایند می شود و رفتارهای ناخوشایند منجر به مرگ انسانهای بیگناه همانند آنچه در مسجد کبک کانادا رخ داد می گردد.